TEDx ملا صدرا استریت. خب جارویز کانک شدیم، برو بالا. داستان از اونجای شروع شد که یک بچه یه هفت ماه رو گذاشتن جلوی یه دستگاه سفید نورانی و اون بچه چون هیچ درکی از اون شی عجیب و غریب نداشت، یک ترس همراه با کنجکاوی در ذهن اون شکل گرفت و چون دایی خودش رو مدام در حال کار با این سیستم میدید، این ترس لحظه به لحظه در اون بیشتر و بیشتر میشد و اون مدام از اون فرار میکرد. این ترس همراه اون بود تا به سن 12 سالگی رسید و تصمیم گرفت که این بار به جای فرار از ترس‌هاش به اونها غلبه کنه. دومین ترسی که به سراغ اون اومد ترس از ارتفاع بود و اون تصمیم گرفت که به ترس خودش از ارتفاع غلبه کنه. از ورزش پارکور رو شروع کرد و برای غلبه بر ترس از کامپیوتر تصمیم گرفت که وارد دنیای کامپیوتر بشه. پس با آموزش‌های اولیه‌ای که دید و تلاش خودش تونست توی سن 14 سالگی اولین برنامه کامپیوتری خودش رو بنویسه. توی اون سال‌ها وبلاگ و وبلاگ نویسی تب داغی شده بود و همه دوست داشتن برای خودشون یه وبلاگ شخصی داشته باشن. از جمله پسرک داستان ما. پس همونطور که حدس می‌زنید وارد دنیای وب و طراحی سایت شد. و برای اینکه توی اون رشته حرفه‌ای بشه، تصمیم گرفت تحصیلات آکادمیک خودش رو انجام بده تا در اون حرفه‌ای و حرفه‌ای‌تر بشه. پس درس و دانشگاهش رو کنار گذاشت تا به اون ایده‌ای که توی ذهنش بود رسیدگی کنه. یک رویا تو ذهنش داشت، نوشتن یک شبکه اجتماعی و موتور جستجو. اما همه اطرافیان اون به اون گفتن که تو نمیتونی و نمیشه. اما اون به اونها گفت که هیچ چیز غیر ممکن نیست و همه تلاشش رو کرد تا خودش رو ثابت کنه. تا بالاخره تونست توی سن 21 سالگی رویای خودش رو بسازه. رویای داشتن یک شبکه اجتماعی و موتور جستجو. و همین باعث شد که از طرف مؤسسه آموزشی که تو اون تحصیل میکرد به عنوان دانشجوی خلاق دپارتمان آیتی معرفی بشه. که این باعث شد که اون زندگی حرفه‌ایش رو شروع کنه. اما همونجا بود که بزرگترین اشتباه زندگیش رو انجام داد. اون میخواست مثل سرویس‌های بزرگ اینترنتی بشه و حتما یکی از اونها باشه. و طبیعتاً چیزی که مشخص بود توان رقابتی با اونها رو نداشت و اونو شکست داد. شکستی به بزرگی موفقیتی که کسب کرده بود. و همینجا بود که با خودش تصمیم گرفت تمام اون چیزی رو که برای داشتنش تلاش کرده بود رو بذاره کنار و با ذهنی باز این بار به دنبال یک ایده ساده باشه و از نو شروع کنه. تا اینکه در تاریخ 9 آذر 1393 دهانیم صبح صفحه اول گوگل رو باز میکنه طبق عادت همیشگیش تا دنبال یک ایده جدید باشه. اما همون لحظه جرقه‌ای توی ذهنش میزنه که چی میشد اگر گوگل با گویش خودش کار میکرد. و همونجا بود که یاد طنزی افتاد که درباره گوگل گفته بودن. گوگل اگر شیرازی بود میگفت کاکو باز دنبال چیچه هستی. و همون لحظه شروع کرد به کد نوشتن و اون رو روی سایت بارگذاری کرد.
و اونو برای تعدادی از دوستانش توی شبکه‌های اجتماعیش ارسال کرد. و این سایت انقدر در شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا کرد تا در 12 ساعت اول راه‌اندازی خودش تونست به آماری برابر 2 میلیون جستجو رسید که معادل 50 جستجو در ثانیه است. و همین باعث شد که گوگل شیرازی یکی از بزرگترین و پربازدیدترین وبسایت‌های ایرانی در سال 2016 قرار بگیره که نه تنها در ایران بلکه در برخی از کشورهای دیگه رتبه الکسا رو کسب کرد. من پوریا دهبزرگی هستم، مؤسس شبکه اجتماعی ویبلوک و موتور جستجوی گوگل شیرازی. و امروز افتخار اینو دارم که در خدمت شما باشم در تدیکس تا به شما بگم که هیچ چیز غیر ممکن نیست. و اینکه رویاهاتون رو بسازید. و هیچ چیزی رو غیر ممکن در خودتون نیارید. حتی اینکه توی کنفرانس تدیکس در حال سخنرانی باشی و بخوای بک فلیپ بزنی. مثل این. متشکرم. ممنون که به سخنرانی من گوش دادید. و عذرخواهی می‌کنم به خاطر استرسی که داشتم. این ترس من فکر می‌کنم که ترس سوم به سراغ من اومده و اونم ترس صحبت توی کنفرانس باشه که امروز اونو شکست دادم. به افتخار خودتون.